اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. در بهار میهنم دل را به دریا میزنم، دل به امید سفر تا صبح فردا میزنم. میروم تا کوچه های خاطرات کودکی، از نمای زشت دوران ره به رویا میزنم. روشنی های صفای دوستی در دیدم، سر به یاران کهن اینجا و آنجا میزنم. باز کن در را که از راه درازی آمدم، این چنین بی سب با دست و با پا میزنم. سفره گستر تا خلیج فارس در رویای ماست، من به بوشهر آمدم، جان را به دریا میزنم. با رفیق دیر و دورم سر به باقی میزنم، و نفسهایم سرود فرد یک جا میزنم. گفت سودایی چنین خوش در دلم آینده شد، جام می برگیر چون انهان و پیدا. علیرضا نوری‌زاده، سه شنبه ششم ماه اپریل، 17 فروردین. درود میفرستم بهتون. محمد رضا شاهید، دوست و همکار عزیزم، او هزار ساله با هم رفیق و همکار، سر زده بود به استاد احمد احرار. یه تنش به ناز طبیبان نیازمند افتاده بود. فرصتی شد تا منم خدمت استاد عرض ادب بکنم. احرار از اون جواهراییست که باید قدرش رو بدونیم. نازنین انسان و مرد متفکر، انسانی که 20 سال سرمقاله های اطلاعات رو نوشت و یکی از انسانهای آزادهی بود که در کنار علی جان باستانی که یاد و نامش و آذرش پاینده باد خیلی به من لطف کرد. خیلی، یعنی یه جوانی که تازه از خارج اومده بود، یکی دوباره درها براش باز شد و تو اطلاعات شد دبیر سیاسی، و یکی از کسی که حمایت کرد احرار عزیز بود و علی جان باستانی که هرچه خاک اوز عمر احرار باشه. باری حرف خیلی امروز بسیار زیاد دارم. اولا در این چند روزه یک سندی اینجا و آنجا به چرخش آمد، تأمل کردم و برای اینکه سندها رو میشناسم، مدل سند مدل سندی نبود که از شورای عالی امنیت ملی بیرون. بعد آقای دریادار شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نمیتواند حکم بده به نیروهای انتظامی، به سپاه و غیره. این مسائل از بالا توسط شخص سید علی آقا املاء میشود و ابلاغ. ما یک شورای عالی امنیت ملی داریم که اعضای ثابتش رؤسای سه قوه هستند، فرمانده سپاه، فرمانده ارتش و نمایندگان ولی فقیه هستند، دبیر شوراست و اینا ثابت ها هستند، وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، و گاهی برای هر موضوع نیازمند به فردی باشن از وزرا یا مسئولین، او رو هم احضار میکنن میاد در جلسه شرکت. شورا کمیسیونایی داره.
نفر بعد از آقای شمخانی به عنوان دبیر آقای ایروانی است. ایروانی هم سفیر ایران در عراق بوده، هم با آقای خامنه ای رابطه خیلی نزدیک. بعد هم آقای خامنه ای خب نماینده آقای جلیلی رو داره و باقری هم به عنوان مشاور میارنش تو جلسات. بنابراین برادر داماد آقای خامنه ای. بنابراین میخوام بگم یک ضوابط و روابطی. آقای خامنه ای معمولاً دستوری رو ابلاغ میکنه به مجلس توسط نمایندگانش، مجلس یا شورا بعد از بررسی یک تصمیمی میگیره، صورت جلسه ای تشکیل میدن که مسائلی که مورد موافقت قرار گرفته در اونجا ذکر شده. بعد برای دوائر و مسئولانی که بعضی از این تصمیمات مستقیماً با اونو ارتباط داره، از سوی رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی این اسناد ابلاغ میشه. مثلا موضوع رو میخوان به وزیر اقتصاد یا به وزیر راه و ترابری بگن، اینو به هر حال از سوی ریاست جمهوری ابلاغ میشه. حتی مسائل نظامی درست آقای خامنه ای دستور میده، اما صورت جلسه شورا برای وزیر دفاع یا برای فرمانده ارتش و فرمانده سپاه امضای رئیس جمهوری رو به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی. این سند هیچ کدوم اون ضوابط رو رعایت نمی کنه. آقای شمخانی نمیتونه دستور بده بکشین بزنین از هشت و شعبی بیارید، کاملا این ساختی. حالا من صحبتی که سر این دارم نه در دفاع از شمخانی یا جمهوری ولایت فقیه آدم کشه، نه، من میگم ما مخالفان اگر در تله این نوع اسناد بیفتیم که افتادیم تالا، این به رژیم امکان میده که خیلی ساده بیاد فردا پس فردا بگه دیدین سند جعلی رو، دیدین سند اصل این مثلا این بوده. حالا در این یه مورد نمیگن اصلش چی بود، ولی خط کشی کردن اینجوری و خیلی محرمانه شونم مهر مسخره است که اولا این خیلی محرمانه موریس مربوط به سالها پیش، الان چیزی که میزنن فرق داره، خیلی فرق در یک مواردش برای رویت شما، فقط برای رویت شما، در جاهایی هم که پاپ سیکرت هست بسیار محرمانه یا خیلی محرمانه مهر به این شکل نیست، یه مهر بیزی دارن و یه مهر مربع، اصلا به این شکل نیست، مال شورای عالی امنیت ملی. بنابراین من فقط خواهش میکنم دوستان ما مخالفان رژیم در دام این تله ها نیفتن، چون اغلب این اسناد خود رژیم بیرون میده. من یه بار شاید براتون گفته باشم سعید کریمیان عزیز توی سفری که اومد لندن حتی ترسید بیا دفترم، قرار با هم گذاشتیم یه جایی توی تاتران کورتر داشت، یه مدتی هم که من برنایی داشتم محبت کرد، بچه های من میرفتن اونجا میشستن و کارهای نوشتنی و کامپیوتریشون رو اونجا انجام میدادن، ضبطمون و پخش زندمون در استودیوی ABS. به هر جور آقای سعید کریمان اومد به من گفت یه سری اسناد آورده شد، آقا اینا رو بر من فرستادن نظرت چیه؟ من تا نگاه کردم دیدم قلابیه، گفتم قلابیه، و همین حرفو به نیما زم هم زد. نیما زم اومد لندن هم دارد از فرانسه، اومد برای من یه مستند از ترکیه یه مستند فرستاد که اتفاقا یکی شبوده که دوستان خودم و بخشی از دستگاه نفتی و رژیم میخواستن بذارن لهش کنن، انبارش هم گرفتن. گفتم پسرم اینا رو کی بهت داده؟ گفت از یک منبع موثقی. من گفتم نه، این دعوای ایناست، تو وارد این بازی نشو. به هر حال اونم من چاپ نکردم پخش کردم، ولی خودش رفت چاپ کرد و پخش کرد. به هر رو بار دیگر فریب اینا رو نخورید. ببینید سریال گاندو بسیار سریال بد، احمقانه است، اصلا مدلی که با مخاطبش برخورد میکنه انگار همه مخاطبا گول و نادان و احمقن که اینا آمدن اینجوری. مثلا سهش بوده چارش بود درگیری در خلیج فارس با کشتی انگلیسی. اوه انگلیس ها میلرزن از وحشت با 4 تا قایق سپاه. اما یک نکته مثبت داشت که بسیار از این نظر خوشحال، در این قسمت
فرمانده نیروی دریایی ارتش و فرمانده نیروی دریایی سپاه هر دو نشون میده. فرمانده نیروی دریایی ارتش نظامی موقری است با شخصیت که آدم نگاش میکنه احترام بهش میذاره و کاملا معلومه که درس خونده است، آگاه، شأن و جایگاه خودشو میدونه. مال سپاه یک شکم گنده ای که اصلا با هر کدوم من میخواستم اینا تطبیق بدن نمیشد. با کدومشون اینا میخواستم به هر رو میرفتم پدر کشتی انگلیسی رو در میوردن. مأمور وزارت اطلاعاتم بر دست فرماندهی نیروی دریایی سپاه نشسته. حالا چند تا یادداشت از اینا کردم که خیلی به نظر من احمقانه، خیلی احمقانه. شما فکر کنید که وزارت اطلاعات در امور نظامی دخالت نمی، مگه یه چیزی ارتباطی با مثلا یه حرکت نظامی کودتایی داشته باشه کشف بکنه که به اطلاع مسئولان میرسونه. آقای خامنه‌ای در واقع با تقسیم جنوب، تهدیدهای جنوب، سیانت از خلیج فارس رو داد به سپاه، نیروی دریایی سپاه، دریای عمان رو به ارتش. برای ارتش خیلی بهتر، برای که نمایش نمیده، کاراش رو اصولی انجام میده، ورود به آبهای دریای عمان و آبهای ایران هم سیانت و حفاظتش دست ارتش. ولی برای سپاه مجار مانور گذاشتن، بودو بودو بشین تو قایق و بپر، بودو بودو تو هلیکوپتر از این اداهای، و تمام شهر پهپادهای کوچولو فرستادن، آدما رو کنترل میکنن. به هر حال اینو فقط خواستم بتونم، فریب این گاندو رو نکنید. اما ببینید، ببینید برای اینکه پی ببرید این عقلانیت رژیم تا چه حد چیپ و پایینه و تا چه حد اینا پرتن و چه چیزهایی رو میگه. مثلا دستگاه وزارت اطلاعات تمام متخصصای کامپیوتر نشستن و مشغولن، اسمیاره فرودگاه ترکیه رو دارن، نیویورک رو دارن، واشنگتن، لندن، هر جا رو بگی اینا مأمور دارن، تشکیلات دارن، سیمکشی کردن. شما اصلا فکر کنید میخواد بره طرفی رو یه هتل ترکیه میخواد بره دستگاه بذاره توش یا کامپیوترش رو محتویاتش رو بدوزه. و شما فکر کنید اینقدر ترکیه بیدر و پیکره، راحت اینا میدن میدوزن تو خیابون، میان فرار میکنن. فیلم های جیمز باندی رو، فیلم های، یعنی واقعا میبینیم از این چیزایی که تو هولیوود درست میکنن، اینا اومدن تبدیلش کردن به یه چیز چیپ سطح پایین به اسم گان. حالا بعدم که نوبت تفلک نیما را، تفلک روح الله زنبی و نیما، ترجیح میدم نیما صداش کنه و من نوبت اونه که سریالی که برای اون درست کردن چشاتو بکش پایین نگاه کن. نگاه میکنه میدان شهیاد و همجور شروع میکنه لرزیدن. میخواستی اون کارها رو نکنی که فکر امروز رو میکردی، اینجا هم گرفتار نمیشون. باری به هر جهت بسیار متاسفم از این که ما در این حد این رژیم ما رو چیپ فرض کرده که این مزخرفات و خزعبلات رو میرن و برای ما پخش میکنن و خب ما هم باید نگاه بکنیم بگیم به به عجب اینا چقدر اینا دانش دارن، چقدر فهمشون بالاست. یه خبر خوبم بهتون بدم، خیلی جالب بود. سپهر اندیشه، نشریه علوم انسانی و اجتماعی و فرهنگی، در فروردین امسال منتشر شد و مدیر مسئولش، سردبیرش، دوست و یاور عزیز و با شخصیت و ملی دکتر کاظم کردوان. تبریک میگم دکتر کردوانی. در برنامه بعدی حتما راجع به این نشریه با هم صحبت خواهیم کرد. انسان شایسته و فریخته است و من بسیار دوستش دارم، بسیار بهش احترام دارم. خب یک خبر ناگواری هم داشتیم که خسرو جان سیف در واقع از جانب حزب ملت ایران امضا کرده بود و اون درگذشت مهندس ضیایی، یکی از ملیون، یکی از افراد نازنینی که همگاه
رهرو راه زندگی دکتر مصدق بود، با دکتر بختیار رفیق بود و هر جا خاطری از او هست خاطری عزیز و برجسته است و من واقعا درود میفرستم به خسروخان سیف که این پرچم و این چراغ رو همچنان روشن نگه داشته. این خسروخان سیف و مهندس کردستانی را بقایای داریوش فروهر هستن، بقایای حسن علی خان سالم کلان. تسلیت میگم خسروخان برای طول عمر سرفرازی همیشگی رو خواستم. داستان چین و داستان این قرارداد همچنان ادامه. و فقط یه پرانتز باز کنم، اگر آقای دکتر صادقی اومد راجع به این سند شمخانی صحبت کرد، حالا میخوان گیرش بزنن برش داستان بیارن، آقا جان همه اشتباه میکنن، این سند اومد بعضی از آدمای بسیار محترم چاپش کردن، بعدم معلوم شد که بی ربطه، برش داشت. حالا برای دکتر صادقی پرونده نشد. برو این داستان قرارداد با چین کم کمک داره صدای بعضی از خودشونم در می و خیلی خوشحالم که میدم مسیح مهاجری، آدم تندرویی که بسیار رفتار خشنی داشت، تندرو بود، حالا اومده و می نویسه از ترس مار قاشیه به اژدها پناه بردیم، آن هم اژدهای زهر. این رو مسیح مهاجری میگه که از روز اول انقلاب تو این بساط بوده، سردبیر جمهوری اسلامی بوده که وقتی آقای دکتر بهشتی صاحب امتیاز سردبیرش بود، بعد آقای مهندس موسوی، بعدم آقای خامنه ای تا به مسیح خان رسید. و وقتی صحبت‌های او رو میخونید، مقاله که توی جمهوری اسلامی نوشته که اشاره میکنه نگاه به درون به جای نگاه به بیرون، یا ما همیشه از قراردادهای ظالمانه از آمریکا و روسیه و اینا نالیدیم، حالا اومدیم با چین داریم قراردادی میبندیم که سوابق چین در واقع به ما نشون میده که با کشورهای ضعیف در موقعیت مثل ما چه رفتاری. من چند تا کلیپ براتون انتخاب کردم که در رابطه با اینا با هم صحبت. یکیش آقای عباس آخوندی. عباس آخوندی داماد آقای محلاتی است و در انگلیس اومد درس خوند، دانشگاه هالاوی بود، قبلا باجناقش اومد، بعد خودش اومد، پسر باجناقش، یعنی پسر ناطق نوری که درس خونم نبود، بعد خودش اومد عباس آقا و خب وزیر مسکنم شد، چند کار مهم هم در دولت رو داشت. حالا مصاحبه کرده و با غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجلس مجمع تشخیص مصلحت نظام، یکی در مورد FATF و همینطور در مورد قرارداد با چین. بخشی از این گزارش رو با هم میبینیم. من دنبال این بودم که قرارداد برقی کردن راهن تهران مشهد رو اجرا کنم. بله. آقای شی جین پینگ آمد ایران، رئیس جمهور چین. تنها قراردادی که در حضور ایشان در ایران تصویب شد قرارداد برقی کردن شبکه تهران مشهد بود. تا الان که خدمت شما هستیم اجرا نشده. چرا؟ اون زمانی که ایشون آمد بحث تحریم امریکا نبود، ما عرصه خدمت برجام رو هم داشتیم، قرارداد رو امضا کردیم، کاملا تمام شد، LC گشایش شد، 15% سهم ایران هم پرداخت شد. همین چینی که آقایون تصورشون بر اینه که ما باید تمام سبد اقتصادی ایران رو بذاریم تو سبد چین، از اون تاریخ تا حالا علارغم قرارداد امضا شده، سهم پرداخت شده ایران که فقط تنها کاری که باید چین بکنه یک ضمانتنامه پیش پرداخت، ضمانتنامه پیش پرداخت، طرف داره پول برمی‌داره از حساب، یه ضمانت‌های پیش پرداخت بده، آقا من پول برداشتم از این حساب، این ضمانتنامه‌اش. بیش از 4 سال آقای مسایب مقدم به خاطر همین
عدم الحاق ما به FATF هنوز که هنوز خدمت شما چین یه ضمانت پیش پرداخت نداده و این راهنه که سالانه میلیون ها نفر بین تهران مشهد عبور میکنن و این راهن قرار بود سرعت راهن رو به 200 کیلومتر در ساعت برسونه و در واقع بیش از 29 میلیون نفر توی این راهن مسافرت بکنن همه هنوز متوقف. چی می‌فرمایید که رابطه به تحریم من قبول ندارم که بابت شما قبول ندارید من قرارداد امضا کردم شما قبول ندارید ببینید شما قرارداد امضا کردید عدم اجرا ربطی به عدم اجرا دقیقاً به مناسبات بین دو کشور من اصلا این گونه نیست اجازه بدید اگه بخواید براتون مثالای دیگه بزنم یکی میگه من قرارداد امضا کردم چینیا تعهدشون رو عملی نکردن اون مردک مصباح مقدم میگه نخیر این دیگه مربوط به شما نیست و این مملکت ماست یعنی اگر یکی اومد حرف حقیقت رو زد البته برای آقای آخوندی پرونده بزرگی درست کرد عباس آخوندی از خطوط قرمز عبور کرد چند جا حرف آقای خامنه ای رو نادیده گرفت سر مسئله چین یه قرارداد مشابه هم با هندیا بود پیشنویسش رو بحثش میکردن آخوندی عجیب روی اون مسئله هندیا رفته بود که اینا هر جا رفتن به تعهدشون عمل کردن دولت استعماری هم نیستن اما چین هست نمونه سریلانکا، کامبوج، نمونه زیمبابوه، نمونه کشورهای ورشکسته آفریقایی این از آب آشامیدنی مردم چینی ها نمیگذرن یه وقتی کوبا پرستار دکتر به آفریقا فرستاده بود اقلن منفعتی این برای اون مردم داشت بیمارستان درست کردن یه چیزی از خودشون به جا گذاشتن ولی چینی ها چی؟ استعمارگر پلیدی شدن چینی ها حالا نگاه آقای سفری سفیر ایران بود در مسکو خوب رفت اونجا نوکری روسا پس گردنش افتاد مهرش رو زدن در یه ماجرایی تصویر و عکس و فیلمش رو گرفتن بعدم شد نوکر پس از اونجا به چین رفت اینا معمولا این دو کشور جز کارنامه هر کی میشه دیگه آیندهش تامین همه جور رفت به چین حالا ایشون اومده به عنوان به هر حال مردی که در چین سفیر بوده به عنوان یه هم کارشناس مشاور وزیر خارجه ایشون چه میگوید دروغ ها رو ببینید بعد این دروغ ها دستبندی شده است یعنی یه عده مأمور میشن این دروغ ها رو بازگو کنن مردم از نگرانی بیارن بیرون وطن رو دارن میفروشن من اینجا دو هفته است دارم نره میزنم داد میزنم مردم کوتاه نیان سکوت نکنید وطن در حال فروش قرارداد ترکمنچای هست حتی روزنامه نگارای بزرگ جهان شخصیت های جهانی دارن میگن این رو این سند خیانتبار رو در دهان اونهای بعد کرد مثل همین آقای سفری نگاش کنی چه میگه چه قیافه زشتی هم داره در فضای مجازی به خصوص منتشر شده بود که اصل این سند همکاری رو حالا جدا از این که سند همکاری رو توافق جا زدن و اینطور القا کردن که مردم شما خبر ندارید که اصلا یه قراردادی نوشته شده تموم شده و مثلا طبق اون الان قرار کارگرای چینی بیان تو ایران به جای کارگرای ایرانی کار بکنن یه سری پسماندهای مثلا زباله‌های اتمی رو قرار بیان تو کبیرهای ایران دفع بکنن کیش و قشم رو قرار بدن به چین در واقع ارتش چین قرار بیاد اینجا به صورت نظامی حضور داشته باشه اینا پس هیچ کدومش شما همه رو تکذیب میکنید در و... این تفاهم نامه نه عددی نه رقمی هیچ چیزی مطرح نشد ببین مثلا در مورد کیش در مورد قشم گفتن آقا می توانیم در این زمینه ها در کیش مشترک ها در کیش و قشم کار کنیم سرمایه گذاری کنیم مثلا در منطقه مکران می توانیم سرمایه گذاری در زمینه پتروشیمی و پالایشگاه داشته باشیم چرا اونجا چون لب آب دیگه نیازمند پروداکت اون فراورده است اونجا پالایشگاه زده میشه ببینید فریب کارانه این مرد برون که برای قشم و کیش را چیزی نیست جاسکو چرا نمیگی جاسکوی که فروختید به چینیا خاک وطن رو فروختید یه موقع به امارات میدادید خاک ایران رو میبردن اون و جزیره درست میکردن همیمدن در دل خلیج فارس بیشتر و بیشتر حالا یه جا دادید به چینیا میدید سودا چینی خوش است که یک جا کند کسی اما سید علی آقا
از این داستان بهره‌ای نخواهی گرفت. آقا مجتبی به ولایت نخواهد رسید. مردم ایران غیرتشون رو در طول تاریخ نشان دادن. مردم ایران همجوری سر نمیزن پایین داستان ترکمانچای تکرار بشه. حالا چین از جنوب ایران بیاد، روسیه از شمال ایران. مردم ایران در طول تاریخ نشون دادن اونجاهایی که سیادت حاکمیت ملی پیش میاد کوتاه نمیان. چین هم باید بدونه ایران زیمبابوه نیست، سریلانکا و کامبوج هم نیست. ایران کشوری است که بنظر خود چین تاریخ داره، تاریخ پر افتخار هم داره. 5 میلیون نفر رو برای ساختن دیوار چین نکشته. تخت جمشید و پرسپولیسی که درست کرده به کارگرا حقوق داده، به زنانی که باردار می شدن در طول کار کردن مترنیتی مرخصی می دادن، مرخصی با حقوق. در دورانی که بچه باید را می افتاد به همسرشون هم مرخصی و پول می دادن. کارگران سوریشون اهل ذوق بودن، موسیقی شعر می خوندن، اضافه بهشون می دادن. این بود رفتار ایرانیان. رفتاری که امروز این رژیم با برادران و خواهران افغانی در ایران دارن، افغان در ایران دارن، اینو به حساب ایرانیان نگذارید. نگذارید. ما همیشه با همسایگانمون، با بخشایی که جز خاکمون بوده، رفتار عادلانه داشت. حالا تو این گند یا گاندو یا گندو، هر چی اسمشو بذاری، یک سوسمار کوچولو، یک دکتر اهل سنت رو میاره، سنی ها رو تحریک میکنه. اونا میگن آقا اینجا ما مساویم با شیعه ها، مساویم با شیعه ها. چرا ما یه وزیر سنی نداریم؟ چرا یه معاون وزیر بلوچ سنی نداریم؟ چرا یه سرتیپ سنی کرد نداریم؟ طرف نوبت اینه که درجه سرتیپی بگیره، فرمانده صداش میزنه میگه آقا بیا اینجا یه لعنت بر عمر بفرست تا من سرتیپت کنم. آقا خجالت بکش، من اجدادم همه اهل سنت بودن، مثل اجداد خود تو به شمشیر سای اسماعیل شدن، شیعه اجداد من نشدن. من آدم نمیدونم متعصب دین و نماز خون و روزه بگیر نیستم، اما این مذهب جز هویت منه. تو نمیتونم من بگیری به خاطر درجه اینه. این جمهوری ولایت فقیه اون وقت تو میاد تو سریالش برای فریب دادن مردم یه دکتری رو خلق میکنه که تو مطبش به جای دوا دادن به مریضا همش تحریکشون میکنه علیه شیعه. به هر حال ذهنیت عقب مانده بدبخت این رژیم هست. و یک نکته دیگه هم که به نظر من خیلی جالب بود، مسئله این داستانی که اصولگرا و اصلاح طلب که مردم شعار دادن تموم شد ماجرا. آقای زرقامی هم، حاجی زر، که خواب ریاست جمهوری رو میبینه، اونم اقرار به این مسئله میکنه. خیلی جالب. نگاه کنید برای انتخابات ریاست جمهوری آینده چه کسایی میخوان بیان و شما رو جذب بکنن به رأی دادن بهشون، در حالی که بی‌رونق‌ترین انتخابات در جریانه. هرچی هم سه دلیل آقا برنامه بدید، مردم فریب بدن، دو تا آدم بیارن بزکش کنن، دیوماتیک و اینا بمالن بهش که بگن این اصلاح طلبه، هیچ کدوم اینا چاره ساز نخواهد شد. گوش بدیم به حرفای عاجزه. میبینم احساس میکنم که حضور من هر دفعه خواستن مذاکره کنن 4 تا حرف زدن دریوزگی ما رو نشون دادن. این گرانی ها بخش زیادش مصنوعیه، ساختگیه، نیست، گرانی نیست. برخی اصولگراها ظلم به رهبری میکنن. اصلاحات همیشه جریان سیاسی پرقدرته. باید به مردم گفت ما میفهمیم شما میگید اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم ماجرا، درسته، این شعار درستیه. ما بایستی گفتمان تحول رو اونطور که رهبر معظم انقلاب چارچوبش رو تبیین کردن
هم در گذشته هم در 14 خرداد امسال و امام رو امام تحول نامیدن و راجب تحول فرمایش کردن. ما باید بدونیم بعد از 42 سال که از انقلاب میگذره در یه سری از حوزه ها واقعا ناکارآمد بودیم، روش همون به نتیجه نرسیده. آیا این تو اصول؟ هرگز. ما تو اصول هیچ مشکلی نداریم، اصول ما اصول درستیست، اما تو رویه ها، روش ها، نوع برخورد ها و تصمیم گیری هامون اشکالات زیاد داریم. باید یک تحول جدی توی ساختارهای خودمون تو همه حوزه ها ایجاد کنیم، در واقع باید زیر میز بزنیم. شما میخواید یک کار کوچیک 4 تا جوان انجام بدن، مجوز یک کاری رو میخوان، یک کار تولیدی. ما اینجا تو جلسات مختلف احصا کردیم بعضی از این کارا که میخواد انجام میگیره تا 40 تا مجوز میخواد، اصلا طرف رها میکنه وسط کار. اون وقت فکر میکنید که این مجوزه برای اینکه کار مثلا جلو بره؟ اصلا اینطور نیست. نهایتا اونهایی که انحصار دارن، اونهایی که رانت دارن، اونهایی که نونشون تو پنهانکاریه، رو تبارسالاریه، رو جریانهای سیاسی همخط خودشونه، اینا اصلا نمیذارن. بعضی موقع یه کارهایی هست شما میرسی به انتها میگن آقا این خیلی خوبه ولی این صاحب داره، اصلا این حوزه صاحب داره، آدماش اینا مگه اجازه؟ خیلی جالبه حاج عزت خودش در دوران ریاستش بر رادیو تلویزیون چه کرد در اون سالها و همینطور در معاونت وزارت ارشاد و بر الباقی قضایی ها، حالا دایه مهربانتر از مادر شد. بوی این کباب مجتمع ریاست جمهوری خیلی بوی خوبیست. اینا همطور که یه ذره شو میفهمن مشتاقانه دست و پا میزن. آقای حاج عزت این حرفا رو برای کی میزنی؟ خودتو یکی از ارکان این فساد جاری در این مملکت هست. یادت رفته تلویزیون چه کردی؟ یادت رفته با آقای قالیباف و کانال 5 و اون داستانه که اونجا داشتین چی بود؟ یادت رفته میلیاردهای آگهی ها به کجا میرفت؟ بانوانی که حقوقای عجیب غریب میگرفتن، سر از دبی در می آوردن، سر از جاهای دیگه، اینا یادت رفت؟ شما درنگ کوتاهی میکنیم و باز میکنیم. با درود دوباره، چقدر من این آهنگ و این فیلم رو دوست دارم. واقعا نیکی کریمی همیشه کارای درخشان داره، نیمه پنهانش هم واقعا یک بانوی محتشم و اون عشق زیبایی که در قصه بود و علی اکبر خان شیدا این آهنگ رو ساخته بود و شعرش هم از فروغی چه بسیار زیبا، من که خیلی حال کردم. در باری به هر حال بریم سر بقیه مطالبمون، کلی مطلب داریم. این آقای نمکی وزیر بهداشت ما یه موجود مسخره‌ای شده که بدون اینکه ارزش گذار باشه برای حرفش. آقای ملک برو، آقای نمکی برو، اتفاقا چه خوب اسم دکتر ملکی یادم اومد، ولی آقای نمکی میان ماه من تا ماه گرد، برو گذشته دکتر حفیظی رو مثلا بگیر بخون، برو دکتر شیخ حسن خان عامدی رو بگیر بخون، دکتر حجازی رو ببین اینا چه انسان‌هایی بودن، دکتر میرها رو برو ببین چه مردانی بودن که بخش سرطان بیمارستان پهلوی حضور اینها مثل ستارگانی بود که در اونجا خدمت به مردم میکرد. پزشکان ارزشمندی که وقتی من بچه بودم به یادم میاد تو مشهد مثلا، چه دکتر حجازی، چه انسان بد تهران، دکتر حفیظی که پزشک خانوادگی ما بود، چه مردان برجسته‌ای بودن، چطور اعتقاد و ایمان داشتن. الان پروفسور صادقی رو شما نگاه کنید، در سوئیس ولی داره در زادگاهش بزرگترین بیمارستان قلب رو درست میکنه، هر بار میره اونجا چه خدمتی به مردم، به روستاییان، به شهرکای اون اطراف، چقدر کار اینا رو شما در نظر میگیرید. تو از اول اومدی دروغ گفتی در برخورد با کرونا، حالا با کمال وقاحت میگه افسار کرونا دست ما در اولاغ چینی رو افسارش از دستون در.
از روز اول چرا درست کار نکرد؟ چرا وقتی سید علی آقا اومد گفت نه من نمیگذارم که واکسن از آمریکا بریتانیا بیاد، نرفتی بگی حضرت آقا نگو این حرفو، تو داری مردم به کشتن میدی؟ بعد وقتی حضرت آقا خودش و فرزندان و عقبی و خواهر و غیره و همه همشون زدن، چرا نمیدی بگی حضرت آقا واعظ غیر متعز؟ آخه بابا این مقام چهار روزه چه کار میکنه با شما؟ چه عملی رو با شما انجام میده؟ دکتر زیبا کلام یه نامه نوشته به عباس عراقچی و اومده به عباس عراقچی میگه آقا جان تو در یکی از بهترین دانشگاه بریتانیا درس خوندی، الان خودت اومدی نشستی میبینی با چه ذلتی دوباره ما داریم میریم برای برجام دوباره مذاکره. این چه بیماریه که شما 42 سالی گرفتاری مرگ بر آمریکا؟ شما چرا با آمریکا سر جنگ داری؟ چرا آخه؟ به چه دلیلی؟ تو همین سریال مسخره نگاه میکنی. آخ آمریکا، رئیس دفتر مخصوص ایران در کنسولگری آمریکا در دبی با تمام زنای ایرانی ارتباط، با تمام مسئولان و آقازاده‌هاش و غیرش رو ارتباط داره، با آقازاده ها داره، با افسران سپاه داره. براتون داستان دبی رو تعریف کردم که در یک بیمارستان، در یک رستوران چینی که نشسته بودیم، چند تا دیپلمات هم بودن، گفتن نگاه کنید ببینید کیا میرن تو این ساختمون، و اون ساختمون متعلق به همین دفتر منافع ایران بود، دفتر به اصطلاح ویژه ایران در کنسولگری آمریکا در دبی. برادران سپاه با کیف سامسونیت میرفتن اونجا، اصلا رو تقدیم میکردن، پولو میگرفتن میدن. ولی تو میگه چی میگی آخه؟ این حرفا که نمیدونم آمریکا، ما یک کلمه با آمریکا حرف نمیزن، پیر داری به پای خودت چلدیک میکنی، ما حرف نزن. یه جوری حرف میزن مثل که اینا دولت قدرتمند قوی هستن، آمریکای دولت بدبخت ضعیفه داره التماس بهشون میکنه. تو همین سریال مسخره شون یه خانم انگلیسی، ایران انگلیسی، تو MI6 نشسته تو لندن، از تهران و افغانستان غیره باید صحبت میکنه، بعد او هم زنگ میزنه آره نمیدونستم که ایرانی ها اینقدر همت دارن بیان کشتی نفتیشون رو بگیرن، با جیسون رضاییان داره حرف میزنه مثلا. خیلی مسخره واقعا، من که خندم میگیره بعضی از صحنه ها اینو، و میگم اینا فکر میکنم همه مثل خودشونه. شما معاون وزارت اطلاعات تو جاسوس اسرائیل از آب در اومد، چند تا جاسوس میخواد یک کشوری که مأمور بفرسته 50,000 سند و شبونه برداره ببره، بزرگترین دانشمند اتمیشو بده راحت از 4 ماه قبل اسلحه بفرسته تو بعدم بکشد، قاسم جان سلیمانیشون رو اونجوری بزنن. بس کنید، اینا مردم رو فریب نمیده، شما رفتنی هستید، اوضاعتون هم خیلی خراب، خیلی احتیاج به سند آقای شمخانیون هم نیست، اوضاع مشخصه، کاملا روشنه شما در چه صدد هستید و چه برنامه. تو این شرایط بسیار سختی که ما داریم، سید علی آقا وقتی اسرائیل به لبنان حمله کرد، تمام کشور عربی میلیاردی به لبنان کمک کرد، حالا یه عده دولت مرد دزد و یه عده نوکرای حزب الله و غیره اینا بودن، بعد آقای خامنه‌ای اومد چکای 500 میلیون دلاری به حسن نصرالله داد، اونم به عنوان پول حلال آورد به مردم نشون. حالا نوبت سوریه است. این گزارش رو نگاه کنید، مثل من دلتون به درد میاد، نگاه کنید. بیش از 4,000 مدرسه، یعنی 40% از کل مدارس، توسط ارتش بشار اسد در جنگ داخلی سوریه ویران شده. حکومت ایران حامی حکومت اسد چگونه از این وضعیت نابسامان سوء استفاده می کند و چه سودی از میلیاردها دلار هزینه برای کمک به بقای اسد برده است؟ از سال 2014 حکومت ایران در عوض حمایت مالی و نظامی از حکومت اسد، تدریس مذهب شیعه اثنی‌عشری در مدارس سوریه را بر وزارت آموزش و پرورش این کشور تحمیل کرد. با ورود سال 2020 وزارت آموزش و پرورش ایران با وزارت آموزش و پرورش سوریه قراردادی امضا کرد
که بر اساس آن حکومت ایران 250 مدرسه را با هزینه بالغ بر 10 میلیون دلار بازسازی کند. حکومت ایران در شرایطی که 70% شهروندانش زیر خط فقر زندگی می کنند این هزینه را متحمل شد و در مقابل حکومت ایران چه به دست آورد؟ چاپ موضوعات آموزشی سوریه در ایران، قرار گرفتن مجتمع علوم و فناوری در سوریه زیر نظر وزارت آموزش و پرورش ایران، تدریس زبان فارسی به عنوان دومین زبان رسمی در دبیرستان‌های سوریه، نظارت دانشگاه شهید رجایی ایران بر هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای سوریه، برگزاری دوره‌های آموزشی برای کودکستان‌های سوریه زیر نظر آموزش و پرورش ایران با برنامه‌های مذهبی تربیتی و آموزش زبان برای کودکان. به صورت خلاصه حکومت ایران در سوریه هزینه می‌کند، چه از نظر نظامی، چه سیاسی و چه مالی، و در عوض ایدئولوژی و مذهبش را تحمیل می‌کند. حکومت ایران با سرمایه ایرانیان در حال نشر ایدئولوژی در سوریه است، در حالی که خود مردم ایران از ایدئولوژی حاکم بر کشورشان ناراضی‌اند. آیا حکومت ولایت فقیه می‌تواند سوریه را به کشوری تابع ولی واقعا فقیه؟ دردناکه. و شما فکر کنید همین وضع رو در جای دیگه هم سوریه، مدرسه نمی‌سازن، زیرزمینی انبار می‌سازن برای مشکا تو یمن. این مردم بدبخت گرسنه بیچاره الان با همین کرونا در چه شرایطی هستن؟ یک ریال جمهوری ولایت فقیه خرج انسانی اونجا نکرده، فقط کشتار و ویرانگری. که چی بشه؟ سید علی آقا میخوای مکه رو بگیری؟ بهت نمیدن، سرت هم در اون راه میدی، نکن این کارا رو. اما من به شما دیروز اشاره کردم که درباره حوادث اردن براتون یک گزارش خواهم داد. ببینید، اصولا اردن رو باید شناخت. فیلم لورنس عربستان رو لابد خیلی هاتون دیدید، یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینماست. حکایت این که برای بیرون راندن عثمانی ها دولت بریتانیا لورنس رو فرستاد به اون زمان حجاز، خاک حجاز و نجد و حجاز، و در اون زمان خاندان هاشمی حاکم بود که لورد فیصل یا فیصل بزرگ، اون امیر بزرگ بود و خب قبل از اون شریف حسین هم توی تا فیصل امیر بزرگ بود و لورنس به او قول داد که اگر نیروهای عربی کمک بکنه او پادشاهی حجاز و نجد رو خواهد داشت. ولی در پایان آلمبی و اینایی که در قاهره بودن خیانت کردن، پشت دادن. بعدم خاندان سعودی اومدن، در نتیجه فیصل ها و هاشمی ها و شریف ها از خاک حجاز رانده شد. حالا انگلیس ها قول دادن در مقابل به همراه فرانسوی ها که سوریه کبرا رو، سوریه بزرگ رو به فیصل بدن و عراق رو و یک بخشی از اردن رو در اختیار کی بذارن؟ فیصل. در اختیار فیصل بگذارن و سوریه کبرا یا شامات رو هم در اختیار عبدالله بگذارن. بر دو برادر، این تقسیم حلال الخصیبی که بریتانیا و فرانسه در پایان جنگ جهانی اول به دست آورده بودن از متصرفات عثمانی. یا بود یادتون اون صحنه که در شهرداری دمشق جمع میشن ولی درگیری میکنن، عربهایی که از حجاز اومدن راه میفتن برمیگردن. بعد از مدتی هم فیصل میره به عراق و عبدالله میره به جایی که بهش ماورای اردن میگفتن، ماورای رود اردن. اون زمان هم باز به مسئله تقسیم فلسطین و اون درگیری ها عبدالله وارد جنگ شد، حاضر نبود به پذیره و یه عده متعصب فلسطینی و عرب گفتن نه، این فلسطین رو فروخته. ملک حسین 5-6 سالش بود، به همراه پدر بزرگش در بیت المقدس در مسجد اقصی مشغول نماز بودن که یه دونه از همین متعصب ها اومد و عبدالله رو به قتل رسوند. ملک حسین که نواده او، پدر ملک حسین امیر جلال، او به سلطنت رسید و چون شخصی بود ضد انگلیسی و خیلی هم آدم محبوبی بود، او رو هم اومدن
کلکش کندن، برنامه ریزی کردن. به هر حال ملک حسین هم که در انگلیس در سنت هرس درس خونده بود و کالج سلطنتی رو رفت بود و غیره، اومد شد پادشاه. حالا تا هم اینجا داشته باشید، بریم توی عراق. در عراق فیصل بسیار محبوب بود، بسیار محبوب، و عراق انتخابات آزاد داشت، احزاب متعدد داشتن، درگیری شیعه و سنی و کرد اصلا وجود نداشت. شخصیتی مثل محمد صدر نخست وزیر میشد، بعدش نخست وزیر سنی میمد، یعنی اصلا این حرفا نشدن. مجلسش هم واقعا مجلس آزاد، انتخابات آزادی داشت. بعد در اونجا فیصل اول که رفت، پسرش کوچک بود، نه ببخشید، بله، ملک قاضی پسرش باید میمد پادشاه بشه. او رو هم متهم کردن که اینا گفتن این دیوانه است، مغزش کار نمیکنه، یه تصادف ساختگی براش درست کردن. سلطنت میرسید به فیصل دوم، پسر او، اما فیصل دوم خیلی کوچیک. در نتیجه عبدالاله داییش که از خاندان هاشمی هم بود، جزء شرفا هم بود، عبدالاله شد ولیعهد. و ولیعهد بود، نایب السلطنه بود در واقع، و فیصل هم ولیعهد. یادم هست در اون زمان صحبت از این بود که فیصل میخواست ازدواج کنه. والاعظمت شهناز هم یکی از نامزدها برای ازدواج با او. و بعد کودتای عبدالکریم قاسم بود که چه کشتاری کرد. فیصل رو سر بریدن، نوری سعید نخست وزیر رو جنازه‌اش رو تو خیابان‌های بغداد گردوندن. براتون گفتم من بچه بودم، ما رفتیم عراق، چه چیزای مردم میگفتن. مادر بزرگ فیصل رو کشتن، قرآن داشت میخوند، گلوله زدن تو مغزش. و خیلی وحشتناک این جنایاتی که عبدالکریم زد. 4 سال بعد خودش رو سرش رو بریدن، تو تلویزیون نشون داد، دوست عزیزش عبدالسلام عارف. اما در اردن ملک حسین از روز اولی که اومد دائم با توطئه رو، اول که با عبدالناصر درگیر بود، یادم هست در صوت العرب اون احمد سعید میمد یه برنامه‌ای داشت، هنا قاهره، میگفت اینجا قاهره است صدای حقیقت، هنا عمان صدای عکازی. و بعد شروع میکرد از ملک حسین، یا حسین بن طلال هذا قرار اعدامه که یا حسین. و دائم حسین در درگیر بود تا سر جنگ 67. اینقدر این آدم بر آدم وطن پرستی بود، پاشد با تیاره خودش رفت قاهره، با عبدالناصر صلح کرد، روشو بوسید و بی دلیل در جنگ شرکت کرد، ساحل غربی رو از دست داد و تعداد زیادی سربازای اردنی و غیره کشته شد. به هر حال ملک حسین برادرش امیر حسن رو ولیعهد کرد. 5 روز قبل از مرگش از امریکا برگرد با اون حال نزار، برادرش رو از ولایت عهدی کنار گذاشت و پسرش عبدالله دوم رو ولیعهد. اما چون خیلی به ملکه نورالحسین، زن آخرش، زن چهارمش، علاقه داشت، به او وعده داد که حتما پسر او حمزه رو ولیعهد خواهد کرد. همچنان شد. و جالب امروز بهتون بگم، امیر حمزه برای بار دوم با برادر بزرگش عبدالله بیعت کرد و گفت هرگز مباد که بخواد علیه برادرش اقدامی بکنه. و این ماجرایی که به نظرم اسرائیلی‌ها نقش اساسی توش داشتن و تحریک کننده، چون اصلا از عبدالله خوششون نمیاد. عبدالله اجازه نداد هواپیمای نتانیاهو از روی اردن بره به امار. برای چون قول داده بودم، گفتم حتما این قصه رو براتون تعریف. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.